صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم. سيدنا الغريب ومولانا المظلوم، شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارسل حسین، بر حسین مرثیه بخوان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم فيلم به الشعث. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما محبین آل الله، حسینیان عالم، بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، هر جای این عالم که هستید امیدوارم که تحت ظل عنایات مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرج و شریف به سر برد و این ایام، این دهه مبارکه، دهه ولادت حضرت سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا صلوات الله علیه بر همه شما مبارک و ایمون بوده باشد. برکات را بخواهید، دست گدایی بلند کنید، هیچ عیب و ایرادی ندارد، همیشه طلب کردن از ما فوق عزت است، عزت است. رو زدن به همسط و مادون ذلت می آورد. طلب کنید، بخواهید از حضرات آل الله که ظرف ما را مستعد کنند برای معارف حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین. بحث ما در بحث برنامه تکیه بین الحرمین، بررسی مقتل آسید شهدا روح الله الفدا، کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، بارها عرض کردم ولی خب تقاضا شده که بیشتر هم گفته بشه، مانعی نداره. صفحه 238 کتاب هستیم،
یعنی ترجمه‌ای که ما در خدمتش هستیم، ترجمه مرحوم کمره‌ای در کربلا چه گذشت؟ حرف اینجا رسید که عمرو ابن قرطه انصاری وقتی که آن ضربات را متحمل شد، آن ضربات بر جسمش وارد شد، آن فداکاری ها را کرد، عرضه داشت خدمت سید الشهدا روح الله الفدا که اوفیتو یا ابن رسول الله، آیا وفا کردم؟ آن حد وفاداری را به جا آوردم، در من وفا یافتی؟ و حضرت سید الشهدا روح الله الفدا مهر کردن وفاداری او را. راجع به وفا، اسم الوفی، در جلسه قبل سخنانی عرض کردیم. اگر عزیزی میخواهد برنامه را یا اشکالی کند یا عرضم به خدمت شما نقدی داشته باشد، شایسته است که برنامه های قبل، کلمات قبل و بعد را بشنود و جمع کلمات را بیابد و بسنجد و ما استقبال میکنیم از نظراتشون انشاءالله. عرضم به خدمت شما نکته اخلاقی که اینجا به نظرم میرسه خدمت همه شما بگم، درسی که از کربلا میگیریم و بارها عرض کردیم، کربلا واقعی عاشورا مدرسه ماست، دانشگاه ماست، جایی است که معارف می آموزیم، معارفی می آموزیم، یعنی معلوماتی می آموزیم که این معلومات تا سر قبر نیست. دقت کنید، بعضی از علومی که ما داریم تا دم قبره، تا اون لحظه ای که جان از بدن ما بیرون بیاید نافع است. خب حالا اسمش را فضائل گذاشتن یا اطلاق علم می شود، در آن مناقشه فعلا نداریم. خیلی از اینها اصلا اطلاق علم نمی شود، فضل است، فضائل است. به هر عنوان بعضی از علوم تا دم قبر است، مگر اینکه از همین علوم استفاده ای شده باشد در خدمت به خلق الله، در خدمت به مؤمنین و مؤمنات و در راه راست استفاده شده باشد، که این می شود صدقه جاریه، که آن برگ علمی تا زمانی که هست وجود دارد، آن بیاض و آن سیاهه علمی که از شخص به جا می ماند حائلیست بین او و آتش جهنم، که این حاصل روایات است که خدمت شما عرض می کنم. این نکته را عرض کنم خدمت شما، انتظار نداشته باشید که هر کلمه ای که ما عرض میکنیم از روایات سند پردازی کنیم و بتوانیم سندهای آن را عرضه بدانیم. کل وقت برنامه کوتاه هست و ما بخوایم هی سند بگیم، سند بگیم، سند بگیم، کل وقت را میگیرد. برنامه ما هم برنامه عرضم به خدمت شما ارائه اسناد و اینها نیست. قطعا اینها که عرض میکنم مستند است، میتوانید بیابید. وقت را میخواهیم مختنم بشماریم و سریعتر حرکت کنیم. سوای از این که مرام شیعه در درایت حدیث است، این گونه سندیابی و این گونه سخن گفتن و این گونه هجمه ای بود که به پیکره تشیع وارد کردن دشمنان، و بعد که اسناد را عرضه داشتیم شروع کردن به تضعیف اسناد، اسناد را انکار کردن، و وقت کار به جایی میرسد که الان بیانش صلاح نیست و اتفاقی که افتاده است در فضاهای مجازی را در بعضی از رسانه ها را میبینید. به هر عنوان مفهوم کلام را دقت کنید و درایت در روایت داشته باشید. آنچه که میماند از معلومات آن شخص آن است که حائل اوست بین او و عذاب الهی. خب این نکته را باید عرض کنم، بعضی از علوم تا دم قبر است، مگر اینکه اثر خیری بگذارد، صدقه جاریه از خود بگذارد، نافع باشد برای مردم، تمام. ولی خود علم تا دم قبر، ولی بعضی از علوم بعد از قبر در عالم برزخ و محشر و قیامت هم به داد ما میرسد. ابو عبدالله مدد کنن صلوات الله علیه، بتوانم مطلب را منعقد کنم. دقت کنید چه عرض میکنم. خوب است که انسان، یعنی از بعد دینی و اما اوامر دینی هم به آن نگاه نکنیم، از امر مولوی هم به آن نگاه نکنیم، صرف خود علم هم که بیابیم معلوماتی در این زمینه، در زمینه معارف حضرات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین کسب کنیم، به ما هو به او نگاه کنیم، صرفا علم باشد. علمی است که به درد میخورد تا وقتی که انسان وارد بر بهشت و عرضم به خدمت شما نعمت های الهی میشد، پس میارزد.
صرفه با این است که انسان وقت خود را بگذارد و کسب معارف و معلومات کند و اخلاقیات. خب دانشگاه است، مدرسه است، کربلای آقا سید الشهدا محل تعقل است، روایت فرموده است معقلا لشیعتنا و امانا لهم الى یوم القیامه. خب یکی از درس هایی که اینجا می توانیم بگیریم از این جمله ای که خدمت سید الشهدا عرض می کند امر و حضرت ابی عبدالله روح الله الفدا جواب او را می دهند، این نکته را باید بگیریم. اصولا این گونه است نزد کسانی که از ایمان بهره کمتری برده اند، از یقین بهره کمتری برده اند. جسارت به احدی نمی کنم. ایمان درجات دارد، معرفت درجات دارد، بعضی حوصله تنگ و کوتاهی دارند، بعضی حوصله بیشتری دارند، بعضی صبر زیاد دارند، بعضی صبر کمتری دارند. معذرت میخوام، افراد متفاوته. گاهن دیدیم که قدری وقتی مشقتهای دنیاوی، سختیهای دنیا، قدری مصائب بلاها بر ما فشار می آورد، خدای نکرده زبان می گردانیم به آنچه که رضای خدا در آن نیست. اینجا نکته مهمیه، اینجا جای دقت مهم. به یک کلمه حرف، به یک ناشکری، به یک ایراد، به یک اشکال به دستگاه حضرت حق، مرز بین کفر و ایمان را انسان سیر می کند. خیلی سخته، به یک کلمه حرف ممکن است انسان از ایمان بیرون رود. پس اینجاها باید دقت کنیم، اینجاها باید. مهم این است که در شدت مصائب زبان به شکر داشته باشیم. این را دارم بیشتر تأکید میکنم، این مقدمه را بیشتر میگم، چون بعد از این هم میرسیم نکته ای هست که از نکات بسیار مهم معرفتی است که این مقدمات را لازم دارد، با علم به این مطلب که مقدمات را شما میدانید. دارم دسته بسته میکنم مطلب را که جمع شده باشد. عرضم خدمت شما، مهم این است که آن لحظه ای که بلا و مصیبت و درد بر تو وارد شد، آن لحظه زبان را چگونه میگردانی؟ در تعبد و ایمانی، در گلایه ای، در شکری، در حمدی، یا خدای نکرده در کفرانی؟ خب ساده و امروزی بخواهیم بیان کنیم، آن این است که خداوند علی اعلی با آن علم احاطی که دارد از عواقب امور خبر دارد، میداند بعضی از چیزها داشتنش مضر است برای ما. یکی از جوابهای خیلی ساده است، اینها مضر است برای ما، آن را میگیرد، آن را از بین میبرد که بعد از آن به بلای بزرگتری دچار نشویم. مثال داری بزنی؟ آری، مفصلا حضرت خضر، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و قصه آن کودک که در قرآن ذکر شده است، مراجعه کنید بخونید. کودک را حضرت خضر آن مکافات میکند که بعد از آن باعث کفران پدر و مادرش نشود. خب قرآن هم صحه گذاشته است بر این. کشتی را سوراخ میکند، حال مسئله زیبا نیست. سوراخ کردن کشتی هرچند آن را تعمیر می کند، صورتش به دید اولیه، نگاه اولیه خلاف قاعده است و انسان را مکدر می کند. ولی حضرت خضر وقتی بیان می کند علت این است که شاه ظالمی می گیرد کشتی های سالم را و این کشتی را گذاشتم معیوب بماند که بماند برای صاحبانش، معلوم می شود مطلب. خب خیلی از مشکلاتی که برای ما پیش می آید در دنیا از همین مقول است، جوابهاش مفصله، به همین اندازه بسنده می کنیم کفایت می کند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وقتی که بلا نازل می شود، مهم از زبان چگونه می گردد. در اصحاب سید الشهدا روح الله الفدا نگاه کنید، صلوات الله علیهم اجمعین، گزاف نیست وقتی می گویم مانند اینان نیست، مانند اینان وجود ندارد. بلا، سخت، درد، زخم، جراحت تمام پیکره او را گرفته است. در رجز حر ابن یزید ریاحی سلام الله علیه میرسیم، گونه ای رجز میخواند و اشاراتی میکند که حاکی از جنگ بسیار زیاد دارد. اما تصور کنید پیکره او زخم و جراحت است و پر از خون و لباس و در لحظات واپسین عمر نفسهای آخر را دارد میکشد، اصلا زبانی به گلایه باز نمی کند. در پی این است که آن ویژگی که باید داشته باشد دارد یا ندارد، آن وفایی که از او انتظار می رفت دارد یا ندارد. در پی امضا گرفتن از امام و پیشوا و رهبر خودش است.
آقا امضا کنید برا، عملم درست بوده است یا نه، بدهید به من آن برات را، بزنید برای من آن مهر خاتمیت را. خب هستید و شهدا می کارم. پس مهم این است که در مشقت ها، در بلاها، در سختی ها زبان را چگونه بگردانید. این یک نکته. نکته بعدی را بگذارید برسیم به مطلبش و آنجا خدمت همه شما عرض کنم. اگر میان برنامه مهیاس ببینیم، نکته عرض کنم، میان برنامه ها حسب ایام است، نه حسب مطالبی که عرض میکنم. هر ایامی که ما در آن باشیم به مناسبت آن سعی میکنیم میان برنامه مناسبی برای شما پخش کنیم، با هم ببینیم. عبزا ای ملک تو ای کبریا را آستان، مرحبا ای خاک پاک، ای دا سبت رسول مؤتمن، حاکم حکم قضا، گنجین سر و علن، علم او چون ما مزا، با هر مزارع مقترن، مدعت او مقتضا، با هر زبان در هر سخن، حضرت او مقتدا، هم در سما هم در زمین. ای وجودت علت ایجاد ارکان وجود، در گهت باب الهوائد، حضرت خلاق جود. صلی الله علیک مولا یا ابا الحسن یا علی ابن مسلم، علیک آلاف 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 تحیت و ثنا. تمنا دارم از عزیزانی که خدمت حضرت سلطان سریر ارتضا ابا الحسن رضا هستن و شرف مجاورت یا زیارت حضرت را دارن، نیابت از همه بینندگان محترم، کسانی که دستشون کوتاه از صحن و سرای با صفای حضرتش و عزیزان کادر مجموعه امام حسین علیه السلام، شبکه امام حسین، رفقایی که اتاق فرمان هستن، فیلبردارها، اینها نیابتن عرض ارادت خدمت امام رضا داشته باشید. ما هم انشاءالله به نیابت از شما خدمت آسید و شهد عرض ادب و ارادت داریم. پس مطلب را رساندیم به این مجال. اینا بگم باز تأکیدن که سفارش شده است میان برنامه ها حسب ایام هستش. ایام بزرگ داشته ولادت حضرت ابوالحسن رضا را سپری میکنیم. توسلات به حضرت سلطان باید بیشتر باشد انشاءالله. پس بلا وقتی نازل می شود، وقتی انسان در بهبهه بلاست، وقتی که از همه طرف بر سر او می بارد که آخر الزمان است و این اتفاقات بسیار زیاد است، هر گوشه‌ای که نگاه کنیم بلایی از گوشه‌ای هست. به ما کسبت عید ناسه، فقط این نکته را داشته باشید، راجع بهش سخن بیشتر عرض می کنم، حالا یا این جلسه یا جلسه بعدی. به ما کسبت عید ناس، کسی را متهم نباید کرد غیر از خود. گاهی صحبت از ظالم و مظلوم است، آنجا محدوده های خود را دارد، حدود خود را، تعینات خود را دارد، آنجا بیان های خاص خودش را هم دارد، ولی غالب اتفاقات و بلاهایی که بر سر ما می آید چیزهایی است که خودمون کسب کردیم، خودمون بر سر خودمون آورده ایم. چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. عرضم به خدمت شما زبان را چگونه بگردانیم. ضمن این مطلب، حالا که حرف اینجا رسید، این نکته تکمله را هم بدان، ضمن این مطلب که آن لحظات تماماً مورد توجه حضرت حق تعالی است که بنده من در این امتحان، در این بلایی که بر او وارد شده است، در این مشقتی که به او رسیده است، مرا فراموش کرده است یا نه، به یاد من هست یا نه، از اعمال خودش، اعمال کرداری که داشته است و سبب این اتفاق شده است، پشیمان است یا نه. تمام اینها به درصد هایی که دارد، یعنی مراتبی که دارد، مورد عنایت و رحمت حضرت حق قرار نگیرد. ساده و روان امتیاز می‌دهد خدا در این موارد.
در مشقت ها چه کاری خود را چگونه نشان میدهی؟ امتیاز نمره میدهد. و خب هر کسی که در این بلاها استقامت بیشتری داشته باشد لوجه الله، صبر بیشتری داشته باشد برای رضای خدا، زبان از کفر و حرفهای ناشایست ببندد به خاطر حضرت حق، گله نکند به خاطر حضرت حق، قطعا مراتب بالاتری دارد. حتی در احوالات انبیاء الهی علیهم السلام که بنگرید در بعضی از موارد حضرت حق به او وحی می کند سخن نگو، بلاست می دانم بلاست، سخن نگو که اگر سخن گفتی به گلایه نبوت را از نسل تو می گیرم. عجیب است. وقتی صحبت ایوب نبی می شود فشار تا نهایت فشار است، سخت سخت تا کار میرسد به جایی که تاریخ را ببینید طاقت ایوب نبی طاق میشود، سر را بالا میکند و دعا میکند و خدا رفع بلا از او میکند. در آن داستان ها، در آن قصص انبیا ملاحظه کنید ببینید حضرت حق چه میکند با چه کسانی، اعزه خودش، انبیا خودش. عرضم خدمت شما، چرا باید همگان ببینند این ولی خداست، نبی الهیست؟ برای چه؟ چون این استعداد را دارد در بندگی و عبادت، این نمود را دارد، این ظهور در بندگی را دارد. ببینید چه می کند، اوضاع به کامش نیست، ایام بر وفق مرادش نیست، از همه طرف برو تاخته اند، ولی سجده شکر به جامعه همگان می بینند و اقرار میکنن به فضلی که او دارد. همین مطلب را بیاورید در کربلا. اوضاع به کام نیست، تشنگی، سختی است، محاصره است. سلام الله علیک یا ابا عبدالله. ببینید زواری که گرد زری از سید الشهدا هستند. سلام الله علیک یا ابا عبدالله. ان شاء الله روزی همتون بشه. روزی همتون بشه. سخت است، تشنگی، محاصره دشمن، آفتاب، گرما، تنها بودن، قلت سپاه، همه اینها و از همه اینها مهمتر، دقت کنید آنچه که فاضل دربندی هم به آن اشاره می کند، از همه اینها مهمتر دردی که اصحاب سید الشهدا داشتن و آن این بود که با چشم می دیدن غربت ابی عبدالله را، غربت عیال سید الشهدا را، بنات را، فاطمیات را، هاشمیات را، زنها را، غربت را می دیدن. این درد دیدن غربت امام محصومشان بیشتر از همه دردها بر سینه اینها سنگینی می کرد، بیشتر از همه و همه فکر و ذکرشان آقا ابی عبدالله بود. همانجا امتحان پس میدهد و هم همگان وقتی این احوالات را میخوانند میابند که مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، آنجا عرصه ایست که باید اینان باشند، شیرهای بیشه مروت و مردانگی باشند. اینها همش از عرضم به خدمت شما مطالبی است که استفاده می شود. فرمود آری، نه فقط تأیید کرد سید الشهدا روح الله الفدا وفاداری او را، فرمود آری تو پیش از من به بهشت می روی. سلام مرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله برسان و به او خبر ده که من در دنبال تو ام، بعد از تو من هم می آیم. به جدم رسول خدا سلام مرا برسان. و جنگید تا کشته شد، انتها. امر جنگید و به شهادت رسید. در تاریخ طبری و کامل التواریخ روایت شده که برادرش علی ابن قرطه در لشکر عمر ابن سعد بود، فریاد زد یا حسین. عبارتی داره با حفظ امانت داری آنچه که در کتاب نقل شده است، خواستن که این مطلب امانت دار هم بوده ایم و خواهیم بود، ولی بعضی از عبارات را
بند نقل نمی کنم. حیاء لسید الشهدا. اینجایی که من نشستم مقابل آقا ابی عبدالله روح الله فداه، کنار حرم آقا قمر بنی هاشم صلوات الله علیه هستیم. بعضی از عبارات را نخواهید که من ساده بگویم و بگذرم، چون اقلش این است که مجلس مهیای روزه میخواهد، دلهای آماده میخواهد تا شیون و گریه مردم بپاخیزد. این را عذر مرا بپذیرید، این تقصیر را در کارنامه حقیر بزنید، مانعی ندارد. بعضی از عبارات را مراجعه کنید و خودتان بخوانید. بعضی هاش توهین است، کفار توهین به سید الشهدا میکردن و من حتی اندازه نقل آن هم راضی نیستم و نمیتوانم، حقیقتا نمیتوانم بگویم. پس خورده ای نگیرید. چند روز پیش یادتون اگر باشه در بحثمون اشاره به این مطالب کردیم، سید الشهدا چگونه تعامل میکردن با کسانی که جسارت میکردن. فریاد زد، عرض کردیم اگر خاطرتون باشه، امر ولایت امریست. دقت کنید این چند جمله را به جان بنشانید، به جان بنشانید. بعضی از مطالب رو انسان به ذهنش میسپاره، خب مدتی هم ازش استفاده میکنه. بعضی از مطالب باید فتره خاصی داره یا آموزشیه و تمام میشه. بعضی از مطالب رو باید حک کنه، برای سخان معلوماتش حک کنه که پاک نشه. چرا؟ چون اینها اساس اعتقاداته، اساس مبانی دین و مذهبه. بعضی از اینها انسان را از قعر نجات میده، از فرش به عرش میرسانه. اینها مطالبی است که باید حک بشه، محکم و در خاطره سپرده شه. عرض کردیم امر ولایت چنان اهمیتی دارد، امر ولایت چنان مهم است، خاصتا برای اهل ولایت، که اگر راجع به امر ولایت نقصی و کاستی حتی در ارحام خودش هم مییابد، از ارحام خود دست میپوشد، دست میکشد، دست میکشد، چشم میپوشد از ارحام خودش، نزدیکان خودش را رها میکند. امر امری است که انسان را بهشتی و جهنمی میکند، یعنی شاخص است، یعنی مرز بین نار و جنت است. من بخواهم فلان کس از دست من راضی باشد و او را در کفر خودش نگاه دارم، پناه بر خدا گاهن به او نزدیک شم و از کفر او به من هم مالیده شود، که چه؟ امر ولایت امری است که انسان چشم میپوشد بر اعزه و اقربای خودش، نزدیکان خودش، دوستان خودش هستن. بین شما هم بسیار زیاد است، خیلی ها هستن که علقه داشتن، دوستی داشتن با مثلا اهل محل کاری یا مدرسه ای، دانشگاهی، جایی، آنها را وقتی اهل معصیت یافتن ترک کردن. من خوشی با او بودن را داشته باشم به خاطر اینکه چند سباهی خوش باشم و سخط الهی کنم و به جهنم برم، که چه؟ عقل سلیم نمیپذیرد، از او دور میشود. حالا اون امور ارزم بخیر معیشتی ساده است، معیشتی ساده است. انسان وقتی که میبینه یارش، رفیقش، دوستش مثلا خلافی را مرتکب میشه، دائما چشم سالمی ندارد، از او دور میشود، از او دور میشود. حالا امری که انسان را بهشتی یا جهنمی میکنه، امر ولایت، امری که شاخص بین انسان بودن و حیوان بودن است، صریح عرض میکنم، بل هم اشد، آیه قرآن از اولای کل انعام. ارزم به خدمت شما چشم میپوشد. لذا نگاه کنید، یک برادر در سپاه آقا سید الشهدا روح الله الفداست و یک برادر در لشکر عمر سعدن و این دو مقابل هم دیگه لشکر کشیدن، مقابل هم دیگه صف گرفتند. ولایت چنین میکند، چشم که باز شود راه حق را پیدا میکند. جسارت به سید الشهدا کرد، یه حرفی زد که هم به ابی عبدالله روح الله الفدا و هم به امیر المومنین صلوات الله علیه برمیگشت که نمیخوانم، و صدا زد برادرم را گمراه کردی و فریب دادی تا او را کشتی. فرمود خدا برادرت را گمراه نکرد، بلکه او را هدایت کرد و تو را گمراه کرد، و گفت خدایم بکشد، آن ملعون برادرش علی بن قرطه، خدایم بکشد که اگر تو را نکشم یا در تلاش خود برای تو نمیرم، و بران حضرت حمله کرد.
نکته ای که گفتم مقدماتش را عرض میکنم و بسیار جای تأمل داره و دقت داره این است که ما باید بدانیم در بلا سخن گفتیم، در اتفاقات مشقت ها سخن گفتیم. یک نکته رو باید همیشه مد نظر داشته باشیم که آنچه که از بلا و معصیت به ما سرایت می کند، اصابت می کند، من جانب الله نیست، از طرف خدا نیست. آیات قرآن را بخوانید، سوره شورا، سوره نساء اشاره شده است، بخوانید ما اصابکم مصیبتن، این از شماست، تو کرده ای. چرا خدا را متهم می کنی؟ چرا خدا را متهم؟ تو کرده ای. این نکته بسیار مهمه، در جلسه بعدی سعی میکنم راجبش بیشتر صحبت کنم. این نگاه را بعضی دارن بر این که اتفاقاتی که میافتد خدا، این را باید اصلاح کنیم انشاءالله. شرنا الیک صاعد و خیرک الینا نازل. هرچه از خدا میآید خیر است مسلما، و هرچه از ما صادر میشود شر است، اگر در اطاعت و فرمان الهی نباشد البته. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. امیدوارم که مطالب مفید باشد، امام زمان عجل الله فرجه امضا کند و شما هم بپسندید و بپذیرید. مریض را دعا کنید، مریضا زیادن، هر جا هستید هدیه امام رضا صلوات ختم کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تا دین شکستم، جوانان یک به یک بردی ز دستم. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی.